کار شکستگی طلسم ولایت به جایی رسیده که خامنه ای مجبور شده است اصلی ترین مهرش سر جنرال ولایت فیروزآبادی را به صحنه بفرستد. شاید که وحوش از او حساب ببرد. ولی فقیه طلسم شکسته امیدوار بود با به صحنه آوردن او بتواند سنگ اندازان در مسیر زهرخوران را به کنار رفتن از سر راه وادار کند. آخر وقتی خودش یک روز قبل از دور اخیر مذاکرات به صحنه آمد و با صراحتی بیش از گذشته به وحوش گوش زد کرد که تحریم‌ها را به گفتگوهای اتمی گره نزنند، نه تنها هیچ کس تمکین نکرد، بلکه از فردا گره زدن تحریم‌ها به مذاکرات را تشدید کردند و در مسیر زهرخوران سنگ‌های بزرگتری انداختند. نماینده خودش در کیهان، یعنی پاسدار شریعت مداری که اداره کننده ارگان ولایت است، خود به عنوان سنگ‌انداز اصلی ظاهر شد و حتی زیراب ولی نعمتش را زد و با یک مثال تحریف شده از تاریخ اسلام لگدی محکم بر طلسم شکسته کوبید و گفت این که گفته می شود ولی فقیه در جریان ریز مذاکرات اتمی قرار دارد و از آن پشتیبانی می کند دلیل بر صحت گفتگوها و سلامت قراردادی که بسته می شود نیست. به یه هفته جاری شاهد چندین فقره از این نوع لگد پرانی ها به طلسم شکسته ولایت در رسانه ها و روزنامه های این باند بوده ای. در چنین شرایطی است که خامنه ای مجبور شده دست به دامن سرژنرال بیت ولایت یعنی فیروزآبادی شود، کسی که سالهاست عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نظام را یدک می کشد. فیروزآبادی روز 29 اردیبهشت در مراسمی که تمام سرکردگان نظامی و بسیجی رژیم در آن به خط شده بودند برای آنها خط و نشان کشید و هشدار داد که اگر برخلاف منویات مقام ولایت سنگ اندازی کنید، چوب لای چرخ بگذارید، معلوم است که کار پیش نمی رود و به چشم انداز هم نمی رسید. او گفت همه باید به دولت کمک کنند. روشن است که منظورش این است که در مسیر به نتیجه رسیدن مذاکرات اتمی به امید و با چشم انداز شل شدن حلقه طناب تحریم ها باید به جای مزاحمت کمک کنید و الا باد عمامی ولایت را خواهد برد. فیروزآبادی سردمداران وحوش را تهدید کرد که اگر به اقداماتشان برخلاف مش و منویات رهبری ادامه دهند با آنها برخورد خواهد شد. اصطلاح برخورد خواهد شد در رژیم آخوندی عقوبتهایی از زندان تا اعدام را شامل می شود. سوال این است که آیا هشدار و اخطار و تهدید فیروزآبادی می تواند طلسم شکسته ولایت را بند بزند تا حدی که شرایط برای عبور نظام از گردنه تحریم ها فراهم شود و خامنه ای بتواند جام زهر را بدون دغدغه وحوش سر بکشد؟ دلواپسان تیکش خیلی زود جواب این سوال را دادند. آنها یک روز بعد از تهدیدهای فیروزآبادی برگ متقابل خود را بازی کردند. معاون فیروزآبادی را به صحنه فرستادند تا جواب او را فی المجلس بدهد. پاسدار جزایری که عنوان معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح را یدک می‌کشد، طی عربده‌ای در مورد مذاکرات هسته‌ای که در روزنامه‌های ولایت مدار منعکس شد گفت با هر کس که از خط قرمز نظام عبور کند، چه آمریکا باشد و چه دیگران، برخورد خواهیم کرد. ملاحظه می‌کنید که چگونه برخورد می‌کنیم فیروزآبادی با برخورد می‌کنیم معاونش شاخ به شاخ می‌شود. نتیجه اینکه جنگ سوچی قدرت در درون نظام ولایت فقیه شدیدتر از هر زمان دیگر آشکار شده و هر روز پرده از روی آن بیشتر کنار می رود. به نظر می رسد شتاب از پای در آمدن رژیم باقی مانده از خمینی بر اثر عملکرد زهر اتمی هر روز بیشتر می شود و ما در آینده ابعاد تازه‌ای از آن را شاهد خواهیم بود.